دارین زاری میکنه مادر جان، گریه میکنه. ببین چه راحت بچهش میده برن بکشن. مثل این ننه ها، مثل این بباف زیاد بودن. پدر مادر تو متهمی، همونه که الان بچه هاتون میزنن میکشن. ولی من میشناسم شما رو، که شما روزه ابوالفضل میذارید، صفه ابوالفضل میذارید، دور قرآن، شما هم مذهبی هستین. آخه بچهاتون کشته میشن اینجور، مثل همه این دختری که کشته شده. برای آرامش کشور و ملت حتی از فرزند خودشون میگذرن. وقتی که محارب خدا آورست بزاشون نمیخوام بزاشون بدون من چند وقت انتظاری داشتم شما رو که ببینید استفاده گرفته بودم که اگه اومدی خودم بسیده خانه چه رو دمارش آخه برگشت که کجا برگشت؟ تو برگشتی؟ بالاخره حالش هم میونه خود و خدا، برای اینکه تکلیف گناهانت بشه بازم میونه خود و خدا رو خوب بکن. بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی، اعدام میشی. چرا که بالاخره گفتم تا بکن بدانشی رفت قدر میکنی ببینی من 19 سال در آیات الخمینی مبارزه کردم. یاد است سلسله که شده از سلسله یک سال من گفتم آیات الخمینی اینا اینا رو که وقتی میزنن میکشن، شما فکر میکنید الان هیچ نگید میرید بهش؟ بدبختا. بچه ذهن اینا روشن کنید، بگید امام حسین چی کار کرد تو ایران، بگید فاطمه زهرا چی بود، چند سال هم کرد برای یه فدک فقط با خلیفه دعواش شد، یه فدک، یک شهرک ییلاقی فقط برای دعواش میکرد. چوهر چی میزد گفت مرد که باشه رئیس جمهور بشه. علی بارها اومد فاطمه رو به محمد پس داد، پسش داد. یک کتابی رو غلامرضا موسوی که گفتم سینما سازه برنامه رو میبینه، دوستش هم دارم، آدم با شخصی، در مورد فاطمه زهرا چند سال پیش به من کادو آورد داد پاریس، به زمان عربی بود، خودش نخونده بود، سیده، البته آدم خوبیه دیگه، گفتم فیلم خوب ساخته، خودش نخونده. تو کتاب نوشته که آقا تمام مبارزه فاطمه برای گرفتن فدک بود. تو همون نوشته که 14 ساله یا 16 ساله بود افتاد مرد. تو همون نوشته که حضرت علی میرفت شکایت میکرد پیش محمد، گفت زن ما رو اذیت میکنه. محمد اومد رو منبر گفت هر کس فاطمه رو اذیت کنه من گردنش میزنم. ترسید. علی هم تا فاطمه بود هیچ زن نگرفت، تا فاطمه از جهان رفت همدلت میخواد زن گرفت. اینا رو بگید به مردم، خرتون کردن به جای آناهیتا فاطمه رو گذاشتن. فاطمه کی بود؟ مردی که علی شریعتی بیشورم اومده دو ساعت سخنرانی کرده، دو ساعت شده کتاب، فاطمه فاطمه است. تو باید بین یک کلمه بیوگرافی فاطمه رو میدهگه کی بود چی بود، از ماریکو رو اون همه صحبت میگوی. چرا حالا فاطمه اصلا معنیش هم میدونین؟ گفتیم که 40 سال پیش معنی فاطمه میدونین چی؟ فاطمتان چقدر اصلا معنی فاطمه میدونین چی؟ مرد بلد نبوده سرور بچهش اسم خوب بذاره، مثل شما که میذاری آناهیتا، گردآفرید، آرتمیس، لاودن، سوسن، سرایا میذاری، مثل بچه گفت فاطمه. فاطمه میدونین چی؟ گفتیم بارها نمیدونین. شطور وقتی بچهشو از شیر خوردن میگیره میگن فاطمه، فهیه فاطمه، یعنی بچه شطوری که از شیر خوردن باز داشته شده. من اون موقع که صفدری خدا بیامرز زنده بود، برنامه‌ساز جمهوری اسلامی بود، رو جام جم برای خارج پخش میشد برنامه اجرا میکرد، من تو ماشین بودم تو شهر بودم، من زنگ زد به دکتر جمشید فردوسی پور، استاد دانشگاه در پاریس، با من مصاحبه با من میکرد، بعد مهمونای مهمی هم داشت، من اینا رو خراب میکردم. من از جمله برام فاطمه اونجا گفتم قطع کردم این فاطمه. شما مردم باید این روشن کنید عزیزان من، پدر مادر خودتون رو، پدر بزرگ مادر بزرگتون رو روشن کنین، بعدم بهشون بگین بگین تو فردا میفتی میمیری، پاشو بیا بریم سپر بلای من بشو. مگه نه کار نکردن بچه 14 12 16 سالی ما رو بردن سپر رو مینا، راهشون بردن کشتنشون رو مینا. حالا ما پدر بزرگ مادر بزرگامون میبریم جلو گلوله میزنن به اونا بزنن. 44 سال ذلت رو پذیرفتن، حالا این نسل 80 دیگه نمیذیره. قربونش هم میرم من نسل 80، فداییش هم نسل 80، من چاکرش هم نسل 80. بچه های سلحشوره.
بعدم یاد تو نره یک ضدیت جهانی با زن هست، ولی بچه ایران نیستن، نسل و جوان و شیر ما نیست. یه پفیزایی هستن زن مرد که نستن با زن مخالفن. اینا رو شما ول نکنید، تونستین آدمشون کنید، نتونستین شیر بچه های ما افتخار آفریدین تو دنیا. این کانون های شورشی که مثل شیر تو میدین حاضرن، مثل شیر این شیر ها میگفتن میاد شیر این هم دیگه. بعدم یاد تو نره ما امروز برای ما رو نترسون از جنگ داخلی و از اون میشه این میشه. آقا این پروژهش اونجا نوشته، آمریکا نوشته فلان احمقا. الان خود آمریکا بایدن رو این رفیق ما گذاشتش. از قبلش من آمدم گفتم، یارو گفته 2 میلیارد دلار من میذارم، ترامپ رو بر میدارم بایدن رو میذارم. بایدن هم همیشه مست و خواب و مریض هستن، اون باید کامپیوترش میگردونه. وقتی آمریکا اینو گفت، همون قدرت جهانی روسیه نفوذ داره، تو خود جمهوری اسلامی نفوذ داره، بارها گفتن تمام دنیا نفوذ داره. حالا همون جورج فلوید که جورج سیاه تو آمریکا مشکلش پیش اومد، با همون ترامپ رو داغون کرد، پول اون رو جمهوری اسلامی داد. خب خر دیگه نمیفهمین، اگه میفهمین روسیه شما رو میگردونه. و چون اصلا اینا نمیدونین پولا کجا آب میره خرج میشه. او جورج فلوید چطور یک نفر سیاه‌پوست تبهکار بود کشته شد، شما الان تا الان دارین ازش دفاع میکنین. جمهوری اسلامی ایران تمام سایتاشو، سپاهشو، بسیجشو، فارس نیوزشو همه دارین ازش دفاع میکنین. وقت چطور دختر کرد رو کشتین میگین این عمدن یه دختر کرد کشتن، یک آذری کشتن، یک لور کشتن که اصلا ایران رو تجزیه کنن. بعد وقت ایران تجزیه بشه نیست، نترسونتون. من نمیشناسین سیاوش عربستان، من همیشه تو این 40 سال بهتون گفتم تجزیه ایران رو ازش جلوگیری میکنه، ولی الان من به شما میگم تجزیه ایران در پیش نیست، نابودی اینا در پیشه. و بعد من اینا به شما بگم، اینا هر چی به شما آدرس دادن عوضی بوده، هی فوش دادن به اسرائیل، 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 عربستان سعودی دشمنشون بود. اسرائیل کمکشون هم کرد در جنگ ایران عراق، اگه نبود اسلحه نمیداد به ایران، به ایران داد. همیشه چیز داغون شد، همیشه آدرس عوضی میدن، الان هم آدرس عوضی میدن. من میخوام ولی اینو به شما میگم بچه ها، یاد بگیرین ببینین، چون اینا در طول تاریخ هم دروغگو بودن. مثلا میگم فرعون، این کسی که فوش خوان داره بشن. فرعون رو من به عربی گفتم، تو مصر چقدر مردم گوش کردن، علاقمند شدن، بازگشتن به چیزشون. به زمان عربی یک برنامه دارم با آقای سلام مسافر که در سطح جهان پخش شد، اونجا من میگم فرعون ما بهش احترام میذاریم. فرعون یه پادشاهی بود که تمدن ساخته بود. فرعون به زبان مصری یعنی شاه. اینا آمدن گفتن اخ، فوش خواهر مدن رسیدن. طاغوت به زبان حبشی و اتیوپی طاغوت یعنی شاه، مثل که با شاه و شاهنشاه بدن. بعد اینا میگن طاغوت یعنی طغیان کرد، انهو تقا. اینا چرته، اینا رو ساختن، عربیزه کردن اینا رو. بعدم کلن هرچی نگفتن دروغی، هرچی که اونا باید زدن شماش بگیرید. من الان شیطان اگر بیاد از برای آزاد ایران بخواد کمک کنه، ما ازش استقبال میکنیم. ما با شیطان مثل شما نمیدونید، ولی هم بهتون بگم خیلیاتون متعجب بشید، اونایی که اندیشمند هستند، دانشمند هستند، افکار فلسفی سیاوش عوستان را بلدن، این رو میدونن. حالا به شما میگم، در آیین اوستا، آیین دین می نیست، ما دین نداریم، آیینه، فلسفه است. اهریمن، اهریمن رقیب اهورامزدا است. اهورامزدا دانای توانا، دانای توانا کیه؟ خورشیده، نور حاکم بر هستی است، قدرت حاکم بر هستی است، مدیریت حاکم بر هستی است. مجموعه 90 میلیون ایرانی است اهورامزدا است. اهریمن یه قدرت دوم، ثانی قدرت هست که جدا از اهریمنه و اهورامزدان. اینا دوتا از هم جدا، اهریمن و اهورامزدان دو قدرت جدا هستن، جدا هم آفریده شده.